سلام، وقت بخیر. درس 40 رو شروع میکنیم با عنوان The haves and the have nots، در واقع داشته ها و نداشته ها در رابطه با فقر و غنا میخواییم صحبت بکنیم. بخش اول Definitions of poverty، تعریف فقر. United Nations Definition، تعریفی که سازمان ملل از فقر ارائه میده. Fundamentally poverty is a denial of choices and opportunities، a violation of human dignity. Fundamentally، خب ما fundamental رو در فارسی هم استفاده میکنیم. Fundamental به معنی اون به صورت پایه‌ای هست. اساساً فقر چیه؟ در دسترس نبودن یا عدم انتخاب و گزینه است. یعنی وقتی شما همه ما بالاخره در درجه ای از فقر قرار داریم، اما بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر به این حالت. پس نداشتن حق انتخاب در واقع، حالا این به وسیله اتفاقات مختلف میفته، یعنی مسئله اقتصادی هست، حتی مسئله سیاسی هم منجر به فقر میشه، چون برخی از گزینه های شما رو محدود میکنه. A violation، تخطی است این در واقع، این یک نابود کردن، از بین بردن چیه؟ human dignity، منزلت انسانی است. ارزش انسان رو فقر از بین میبره، در فقر فضیلتی وجود ندارد به این معنی. اما فقر کیفیت های متفاوت داره دیگه، همینطور که گفتم. absolute poverty، اینجا رو نگاه نکنید، بریم این بر دیگه، تو این سطح شما باید از تو کانتکست بگیرید دیگه. absolute poverty، In 2015, people with less than $1.90 to live on a day were defined as being below the poverty line. یعنی در سال 2015 اگر کسی کمتر از $1.90 درآمد داشت، این آدم چی بود؟ Below the poverty line، زیر خط فقر. This sum does of course regularly change، این عدد معمولا تغییر میکنه. و اینو یادتون باشه، اینو معمولا میانگین میگیرن، مثلا هستن در جایی که طرف با $1 هم میتونه زندگی کنه، مثلا جایی در هند، در پاکستان یا در بنگلادش، اینا میشه زندگی کرد، مقایسه نمیشه کرد مثلا با ایران یا مثلا بگی با آلمان یا همچین. این یک تعریف کلی است. poverty line هم که اینجا نمیشه، خب خط فقر دیگه. این فقر مطلقه، absolute poverty، فقری که اشاره به فقر تعریف شده داره. relative poverty مرتبط است با فقر شما در مقایسه با محیط اطرافت. این یه مقدار توصیف منطقی تری از فقر میتونه باشه. آدمیزاد در ارتباطش با اجتماعی که بسیاری از مفاهیمش تعریف میشه، در ارتباط با دیگران اگر شما فقیر به نظر بیاید، relative poverty میشه. ممکنه مثلا فرض کنید شما ضعیف باشید، اما در یک روستایی در چمن بنگلادش شما خیلی به نسبت اون خوشبخت‌تر باشید. این به این معنی نیست که شما آدم ثروتمندی هستید، نه، این به این معنی که شما دچار relative poverty هستید، یعنی در عطر جایی که زندگی میکنید فقیرید. این نکته مهمی است که باید بهش دقت کنیم. This kind of poverty depends on a person's social context. یعنی در بافت اجتماعی که قرار دارید تعریف میشه. It takes into account that there is no income equality between countries. خب این مطلب این رو در نظر میگیره که هیچ income equality، یعنی عدالت در درآمد، برابری در درآمد بین کشورها وجود نداره. طبیعی هم هست، یک کشوری اقتصاد اول دنیاست، یک کشوری اقتصاد پنجاهم دنیاست، خب فرق میکنن دیگه، سطح درآمد اون کشور متفاوته، طبیعیه که این درآمد به صورت برابر بین مردم تقسیم نمیشه. Extreme poverty، زندگی کردن در زیر خط فقر. People living in extreme poverty will be lacking in material possessions and money. یعنی material possessions، دارایی ندارن، پولی ندارن. Another word for extreme poverty
is penury. فقر در واقع این دیگه فقر مطلقه دیگه، فقر کامل به این حالت. و بعد human poverty رو داریم، فقر انسانی رو داریم، خب که اینجا توضیح میده به معنی فقر در جنبه‌های دیگری غیر از مسئله مالی هست. This kind of poverty takes into account such social factors as shelter. مثلا اگر کسی سرپناه نداشته باشه، nutrition در تغذیه مشکل داشته باشه و اون آدم بهش میگه malnourished. Malnourished یعنی کسی که دچار سوء تغذیه است. Literacy levels یعنی دسترسی به آموزش نداره و خب این آدم فقر آموزشی رو داره تجربه میکنه و بی سواد هست، illiterate. که این اینایی که میگیم همه تعریف داره، یعنی بی سواد تعریف، منظور تعریفی است که سازمان ملل میده. Sanitation بهداشت است، جایی که خب امکانات بهداشتی ضعیفه اونجا دچار فقر بهداشتی است. Access to education and healthcare. People lacking these basic aspects of life are said to be deprived. محروم، مناطق محروم، کم برخوردار یا اصلا چی بهش میگیم برعکسشو، کمترشو نمیدونم الان تو ذهنم نمیاد، مناطق محروم دیگه، یا اونایی که کمتر محرومن کم برخوردار، که این روزها تبدیل به شوخی هم شده. به نظر من بعضی کلمات واقعا نباید توی این عرصه وارد بشن چون قبحشون میشکن. خلاصه این موارد هم نگاه بکنید. اما در بخش دوم other expressions relating to wealth and poverty، خب یه سری عبارت های دیگه یاد بگیریم که مرتبط با ثروت و فقر هست، در ارتباط با غنا و فقر. Most of the world's population can be classed as poor. Classed یعنی در یک کلاس، در یک گروه قرار بگیرن به عنوان چی؟ به عنوان فقرا. اکثر مردم دنیا فقیرن دیگه، این چیز واضحیه. آمارهایی داریم مثلا چه میگن 80% ثروت دنیا دست 1% مردم دنیا است، یا همچین چیزایی، حالا من اینا رو دقیقی هم نمیدونم، ولی خب این نشان از اینه که اکثر مردم دنیا در فقر بسن. اما کیفیت‌های متفاوتی از فقر داریم دیگه. Only a small minority of people in the world enjoy affluence و یا are affluent. Affluence به معنی ثروتمند، ثروت. Affluent ثروتمند، کسی که پول داره. The super rich are people who are exceptionally rich. Super rich یعنی دیگه سوپر پول دار دیگه. It's a very poor country. Over 60% of the population live on or below the bread line. در واقع این bread line، حالا خط نان میگن بهش، ما همون خط فقر میگیم دیگه، روی خط فقر یا زیر خط فقر 60% این کشور دارن زندگی میکنن. When your income is low, it is hard to make ends meet. Make ends meet یعنی سر و ته ماهو به هم رسوندن. یعنی شما انقدی درآمد داری که به سختی از اون موقعی که حقوق میگیری تا موقعی که تموم میشه این دوتا رو میتونی به هم برسونی. این دوتا ته رو به هم برسونی دیگه، در واقع سر و ته قضیه رو بچسبونی. Many people left the poverty-stricken countryside to go to the city. Poverty-stricken یعنی مناطقی که دچار فقر شده، فقر بهش رسیده، یعنی از مناطق هومنشه زدن اومدن داخل سیتی، داخل ببخشید شهر، برای اینکه بتونن از امکانات شهر و موقعیت‌های شهر استفاده کنن. The charity's main aim is to improve healthcare in impoverished areas of the world. Impoverished مناطق محروم، مناطق فقیر، جایی که پول کمی مردم در اختیار دارن. Everywhere in the city you see destitute people living in shop doorways or under bridges. Destitute، آدم فقیر. این مقدار کلمه فرمال تریست به نسبت چیزی که یاد گرفتیم و به اون وضعیت میگن destitution. When we were first married we were living from hand to mouth, so it's nice to be able to spend a bit more now. To live from hand to mouth یعنی بخور و نمیر زندگی بکنی. بعدی، Ever since I lost my job, money has been tight. از زمانی که شغلم را دست دادم،
Money has been tight یعنی پولو به قول معروف به سختی به دست میاریم، پول کمی در بساط داریم، یعنی بودجه خیلی محدودی داریم، پول زیادی وجود نداشته که بخوایم خرجش کنیم. We'll have to tighten our belts now that mom has lost her job. To tighten your belt به معنی اینه که باید یه مقدار خودمون رو جمع جور کنیم، یعنی کمتر خرج کنیم. میگه حالا که مامان شغلش رو از دست داده ما مجبوریم که یه مقدار خودمون رو جمع جور کنیم، منظور این که هزینه هامون رو کاهش بدیم. و آخری میگه Many of the people in this area are in the lowest income bracket. Income bracket در واقع اون چیزیست که ما بهش میگیم دهک های پایین جامعه رو داره میگه. میگه اکثر مردم در این منطقه جزو دهک های پایین جامعه. در بخش common mistakes هم یه نکته داره، میگه We say the rich and the poor. The rich, the poor یعنی ثروتمندان و فقرا. Meaning rich people and poor people. اشاره به ثروتمندان و فقرا این شکلیه، دیگه نمیگیم the riches، جمعش نمیبندیم، the poor، این کارو نمیکنیم. درس خیلی خیلی مهمیه، عباراتش واقعا مفیدن، در اخبار خیلی زیاد ممکنه از اینا بشنوید و در صحبت فرمال هم کم پیش نمیاد. حتما مرور کنید، تمرین رو انجام بدید، سوالی اگر براتون باقی موند مطرح کنید. تا جلسه بعد.